بسم الله الرحمن الرحیم با نام و یاد خداوند قادر متعال و با نصار سلام و سلوات و پیشگاه سید رسولان و خاتم پیامبران و اهل بیت اسمت و تهارت ایشان عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون جهانی هادی بسیار خرسن هستیم که بار دیگر با برنامه به وقت بیداری به طور زنده و مستقیم همراه شما عزیزان بیننده هستیم بله متاسفانه دیروز حادثه دیگری در گوشه دیگری از کشور مظلوم ما اتفاق افتاد در روزهایی که در غرب افغانستان شیعه و سنی دست به دست هم به یاری زلزله زدگان رفته و برای کسانی که بی سرپناه شده سر... سرپناه فراهم کنند برای کسانی که نان شبی ندارند گرسنه اند لقمه نان فراهم کنند که نمادی از اتحاد و همدلی مردم افغانستان هست شیعه و سنی دیروز کردلان خانه خدا را مسجد امام زمان اجل الله تعالی شریف را در ولایت بغلان در شهر پول خمری هدف قرار دادن و منفجر کردند کسایی که در نماز جمعه که نماد وحدت مسلمان شرکت کرده بودند در حال عبادت در خانه خدا بودن به خاک و خون کشیدن این جنایت محکوم میکنیم از زبان تلویزیونی جهانی هادی و برای شهدای این حادثه از خداوند رحمت و غفران و ان الله که جایگاه عالی تقاضا من هستیم و برای مجروحان شفای عاجل و از خداوند میخوایم که عاملان این جنایت را که انسان بسیار کردیلی هستند به اشد مجازات برسانه و داد مظلومان حادثه را از این ظالم ها بستانه ان الله امشب هم در خدمت طبق روال شنبه ها در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین روحانی هستیم سلام علیکم جناب استاد بسیار بسیار خوش آمدین به برنامه خودتان بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما و همچنین سلام رحمت الله خدمت بینندگان محترم بنده هم هم عرض تسلیت دارم به مناسبت زایعه کمبار زلزله ای که در غرب افغانستان شکل یافت و هم حادثه تروریستی که دیروز در بین نمازگزاران در حال عبادت شکل گرفت این مسئله رو هم محکوم میکنیم و هم تسلیت و تعذیت دارم به بازماندگان شهدا و انشالله خدای متعال جنت الاعلا رو جایگاه این شهدا بگردانند اله آمین و عاملان آمران این عمل ننگین رو هم ان الله گرفتار خشم و غضب الهی بگردانند ان در هفته های اخیر شنبه ها که در خدمت جناب دکتر روحانی هستیم موضوع قرآنی را پیش گرفتیم و با حکمت های قرآنی نصایح پدرانه لقمان حکیم در خدمت شما هستیم عرض کردیم که انسان همیشه نیازمند پند و موعظه هست و دل انسان زنگار میگیره و این زنگارها با پند و موعظه هست که زدوده میشه و انسان خوب بد خود تشخیص میده ما نیازمند راهنمایی و ارشاد دیگرا هستیم و موعظه یکی از این راههایی است که قرآن پیش روی ما نهاده الگو هم معرفی کرده نمونه هایی هم گفته یکی از این نمونه ها در سوره لقمان هست که موعظ و نصیحت های پدرانه لقمان حکیم به فرزندش هست صحبت شد در باره موعظه و مطالب مقدماتی از زبان استاد شنیدیم اجازه بدید که امشب بریم سراغ اصل مطلب و اینکه لقمان به فرزند خودش چی چیزهایی را موعظه میکنه و چی نصیحت هایی را مطرح میکنه جناب استاد گرامی جناب روحانی بزرگوار هم قسم که خدمت بینندگان عرض کردم مطالب به صورت مقدماتی بیان شد خب اگر بریم قرآن را باز کنیم سوره لقمان رو بیاریم قرآن از زبان لقمان چی نصیحت ها و موعظه هایی را برای ما مطرح میکنه با. بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم تشکر از مقدمه گویایی که مطرح کردید سلامت باشید خب ان ما سری میزنیم به خومخانه قرآن و آیاتی که میتونه منعکس کننده مواعظ لقمان باشه رو محضر بینندگان و محترم مطرح میکنه بله. از آیه سیزده این مواعظ شروع میشه که و اذ قال لقمان لبنهی و هو یا بنیه لا تشرک بالله ان شرکه لظلم عظیم در کنار اینکه ما متن و محتوای موعظه رو از لقمان میبینیم بله انسان رد پای فرهنگ موعظه رو هم در لابلای این مواعظ مشاهده کنه از جمله اونها اینه که زبان موعظه باید زبان نرم و ملایم باشه چیزی که یا بنی میتونه این حقیقت رو بره ما مطرح کنه بله در کنار این که باز ما میبینیم در رابطه وعظ و ارشاد و موعظه بین واعظ با او کسی که قرار موعظه بشه یک نوع ارتباط عاطفی و صمیمانه ای باید شکل بگیره و همین ارتباط عاطفی و همین رفتار تو اما با صمیمیت و مهربانی میتونه عامل یک دل شدن و عامل یکی شدن دلها بشه میتونه زمینه تاثیرگذاری سخن واعظ رو در شخص موعظه شونده رقم بزنه در لابلای این آیات ما با کمی از این فرهنگ موعظه هم آشنا میشیم که در همین فقره از آی شریف قابل تبیین هست و از قال لقمانو و هو و هوی از هو یابونه, ی. یابونه ی به معنای هستی من فرزند من دل بند من همه زندگی من نور چشم من پدر من جان پدر جان پدر میتونه باشه بلد. خب همه اینها او بار احساسی و عاطفی مثبت رو داره و اگر کلام انسان بخواهد به دل طرف مقابل بنشینه هم باید نرم و ملایم باشه و هم برخواسته از اون احساس سمیمیت باشه چیزی که همه و همه در لابلای این آیات از زبان لغمان دیده میشه ملایمت با... و سمیمیت بله هم ملایمت و لینت وقتی که برف میباره اگر درشت سری تند بر زمین بنشینه اینا از بین میره آب میشه بله اما اگر آهسته آهسته به زمین بنشینه بعد از نیم ساعت شما نگاه که بکنیم تمام زمین سفیده کلام هم همچنین است اگر بخواهیم کلام ما به دل طرف مقابل بنشینه حتما باید ملاطفت دیشته باشیم حتما باید ملایمت دیشته باشین بله در همینجا جناب استاد روحانی بیشتر مشکلی که هست ممکنه بین پدر و پسر هست در واقعیت جامعه افغانستان یک سری ملاحظاتی که هست یا ممکنه با همدیگر دیگر رو در داشته باشه یا شرم و حیا براشون سخت باشه که بیایه با ملاطفت و نرمی و سمیمیت پدر بیایه با پسر خود گپ بزنه. بیشتر می از اون جایگاه پدرانه و با تا ممکنه با چاشنی خشونت و درشتی حرف بزنه پدر خود پدر بیای پسر رو نصیحت کنه ولی ما در اینجا عکسی و قضیه رو میبینیم لقمان پدر مهم. هست با میای پسر خود موعظه میکنه و از همون شروعش میگه یا <تصفح> بنییه. چکار بله. کنیم که ما ما هم بتونیم از این فرهنگ قرآن در همین قضیه درس بگیریم و همین نکته که موعظه ما باید با چاشنی ملایمت و صمیمیت باشه بله. به این جایگاه برسیم خود دقت در آیات قرآن و تعمل کردن در این آیات میتونه بهترین در ساموز باشه بره ما و شما که چی رقم بزرگان دین بله. وقتی قرار است با فرزندان خو صحبت کنند از زبان تکریم استفاده میکنند در قرآن به ما فرزندان توصیه شده است که احسان در قبال والدین رو هیچگاه فروگذار نکنیم بلی. و به والدین احسان. احسان. اما از اون طرف توصیه ای که به والدین در قبال اولاد شده اکرام است در روایت امام صادق علیه السلام فرمودن اکرم اولادکم و احسن و آدابهم فرزندان خود رو تکریم کنید شخصیت بدهید احترام بگذارید حرمت بگذاریم شخصیت به اونها بدهیم چیزی که در سنت و سیله بزرگان دین دیده میشه وقتی که قرآن رو انسان نگاه میکنه میبینیم که حالا جدایی از اون جایگاه پدری که تو با مهرورزی هست تو هم با خیرخواهی هست چی رقم یک پدر داره اولاد خور نصیحت میکنه یا حتی در شیوه گفتگو و تخاطب چی رقم داره یک پدن با اولاد خو صحبت میکنه حضرت با. یعقوب هی داره میگه یا بنی لا تقص سرعیا که علا اخوتک یا تمام اون معارف بلند و زیبا و در عین حال عاطفی که چند لحظه قبل گفتیم رو در درون خود داره یعنی فضا را کاملا تلطیف میکنه برای اینکه <تصفح> این سخن در دل طرف مقابل بشینه و در دل نفوذ کنه بسیار عالی اگه اجازه بدین که همینجا همراه با بینندگان عزیز و گرامی یک وقفه داشته باشیم و یک میان برنامه رو ببینیم برمیگردیم خدمت, خدمت شما ادامه این گفت بله دعوت میکنم به تماشای میان برنامه آه سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی و شما بزرگوارایی که تازه به جمع ما پیوستید بله شما بیننده برنامه به وقت بیداری به طور زنده و مستقیم از تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری هستید با موضوع حکمت های قرآنی نصایح پدرانه لقمان حکیم در واقع ما به سر دسرخان پرنعمت و رنگارنگ قرآن کریم نشستیم از زبان کارشناس محترم درباره مواعظ و نصیحت های پدرانه لقمان حکیم به پسرش گفتگو میکنیم انشاءالله که ما هم بتانیم درس های مفیدی در زندگی ایمان از این گفتگوها ها دریافت کنیم و برای خودمان بهره بگیریم مصبت 964, 780, 255, 413 هم که ارتباطی تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی داری با شما بزرگواران هست از طریق واتساپ و تلگرام میتونید با ما مرتبط باشین جناب استاد بزرگوار درباره آداب موعظه میفرمودید که باید صمیمیت باشه با احترام باشه باید به شخصیت طرف مقابل اگر پدر هستیم به شخصیت فرزندمان اول باید احترام بگذاریم و بعد او را موعظه کنیم باز هم اگر نکته هست در این باره میشنویم بله نکته دومی که میشه از این آیات استفاده کرد اینه که در موعظه کردن و نصیحت گری باید اولویت ها رو هم مد نظر بگیریم چیزی که حضرت لقمان به او اشاره میکنه وقتی که لقمان شروع میکنه موعظه کردن فرزند رو میگه یا بنی لا تشرک بالله عزیز پدر جان پدر برای خدا شریک قائل مشو خدا رو در امر سرپرستی عالم هیچ گونه شریک و انبانی نیست و تو باید این مسئله رو بفهمی اولین نکته ای که لقمان میای به او انگشت میگذارد و او رو به عنوان موعظه به دل فرزند خود جایی میدهد مسئله مهم توحیده اینه که خدای متعال الله الصمد خدا بینیاز است خدا یکی است که یکی هست و نیست جزو، وحده لا شریک الا الله. الله خب این توحید به عنوان زیر بنای تمام ادیان الهی میتونه محسوب بشه و هر پیغمبری هم که آمده یکی از مهمترین اهدافی و همینه که توحید و یکتاپرستی رو در جامعه انتشار بده در قرآن سوره مبارکه نحل می و لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت هر پیغمبری که فرستادیم قرار شد مردم رو راهبری کنه قرار شد دستگیر مردم باشه و مسیر تربیت رو بره مردم نشان بده دو تا کار روی پیغمبر در میان جامعه انجام داد اول توسعه به عبادت خدا کردن توسعه دادن پرستش خدا ان عبود الله و در کنار اون نفی تمام تاقوت ها هر چیزی که تاقوت است تاقوت یعنی غیر خدا همه اینها رو باید انسان کنار بگذاره هر دو رو که کنار هم بگذاریم گوهر توحید از درون دو تا آموزه بیرون کشیده میشه و اگر انسان اعتقادی و به خدا شکل یافت در بنیاد اعتقادی انسان چیزی به نام توحید دیده شد سختی ها تلخی ها کمبود ها مزیقه ها رو انسان میتونه تحمل کنه اما اگر انسان ایمان و باور به خدا نداشته باشه اعتقاد به خدا نداشته باشه توحید رو قبول نداشته باشه خب سایر کارها هم خیلی ساده از او سر میزنه میتونه شرک دروازه ای باشه که تمام بدی رو برای انسان دست یافتنی میکنه و توحید هم میتونه یک شاهراهی باشه که تمام خوبی رو میتونه در دسترس انسان قرار بده رو همین جهت پیغمبر اسلام صلوات الله و سلام او علیه هم وقتی که به بعثت خور آغاز کردن آیاتی که بر پیغمبر نازل میشه بیشتر اعتقادات مردم رو نشانه گرفته اول قرار است اون تهداب و شالوده های فکری و اعتقادی در مردم شکل بگیره تثبیت بشه بعد نوبت اون کارهای روبنایی مثل عبادت کردن مثل نماز خوندن مثل حج رفتن مثل قرآن تلاوت کردن بل. اینها بعدا میای شکل میگیره یعنی من ارز کنم که فضای سیزده ساله مکه پیغمبر غالبا خرج تأمین اعتقادات مردم شد وقتی که اعتقاد به خدا باشه انسان در مقابل دشمن میسته وقتی خدا رو به عظمت انسان باور داشته باشه به او توکل هم میکنه وقتی ما خدا رو باور داشته باشم کار خود رو هم به خدا تفویض میکنه میشه و افوز و امری الله ان الله بصیر بالعباد وقتی خدا رو انسان به عظمت یاد کنه خدا رو باور کنه میفهمه که خدای متعال در بحران ها اون راه برون رفته از مشکلات و معضلات رو به انسان نشان میده پیامبران الهی اینها اگر مردم رو دعوت به ایمان میکردن اول این ایمان در خود شکل گرفته در قرآن میخونیم که آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون اگر مقوله ای ایمانه اول خود پیغمبر ایمان داره نوح اگر صحبت از ایمان میکنه اول این ایمان در وجود او جوان زده به شکل گرفته و خیلی مهمه انسانی که ایمان به خدا داشته باشه در مقابل زهر کلام دیگران و سخنان ناشایست دیگران صبر میکنه استقامت میکنه صبوری خواهد داشت و حضرت نوح می آمدن می پیر شده سن سالی از او گذشته نوزو بالله نوزو بالله بی عقل شده داره کشتی می سازه وسط بیابان کشتی رو کنار ساحل می سازن باید. چرا تو داری وسط بیابان کشتی می سازی؟ اما چون حضرت نوح ایمان به خدا داره باور داشت که اگر خدا گفته انسن الفلک به اعیون و وحینا نوح تو کشتی بساز این طرز تهیه کشتی رو ما به تو تعلیم میدیم ناظر بر ساخت کشتی ما هستیم خب نوح این باور و ایمان رو داره که اگر خدا گفته کشتی بساز هرچند در وسط و میان بیابان باشد آب میرسه لذا شروع کرد به کشتی ساختن و وقتی که قرار آب برسه دیگه نوح نسبت به این مسئله ایمان داره یعنی چی؟ یعنی خدا قدرت دارد بیابان رو تبدیل به دریا کنه کما این که ما عکسی رو میبینیم پیغمبری دیگر مثل موسای کلیم اعتقاد به این داند وقتی که به دریا رسیدن جلو برم قرق مشم برگردم فرعون اونا رو میکشه اما حضرت موسی اعتماد کامل به خدا و به دستورات خدا داره او باور و ایمان به خدا در اوج در موسی کلیم هست لذا تا این بحران بر سر راه موسی و بنی اسرائیل سبز شد دست و پا رو گم نکرد خدا به او وحی کرد که موسی درسته به دریا رسیدی ای چوب دستی خور که به آب بزنی فنفلق منها فکان کل فرق که الْعَظِيمِ العظیم ای آبها از هم گسست یک راهی برای بنی اسرائیل برای عبور کردن ایجاد شد از میان این معبر گذشتن خب ای خدایه که دریا رو تبدیل به چی کرد؟ بیابان کرد باید. ایمان یعنی ای لذا کنید لغمان اولین کاری که میکنه در موعظه کردن میای همینها رو هدفگیری میکنه اول قرار است اون شالوده های اعتقادی رو در وجود فرزند خو تثبیت کنه اول خورشید ایمان و خورشید اسلام رو از افق وجود فرزند خو طلوع بده اگر انسان مؤمن شد اگر باور به خدا کرد بعد این باور میتواند سایر لازمه ها و ملزمات ایمان را هم در وجود انسان شکل بده خب بله. اینجا حضرت لغمان میخواهد توحید رو بیایه توصیه کنه اما با نفی شرک داره ما رو به چی میرسونه؟ به توحید میرسونه می که مسئله بسیار مهمی است که آثار داره که انشالله عرض خواهیم کرد بله فرصت داریم یک دو دقیقه تا میان برنامه فرصت هست میشنمیم بله گفت لیابون و تشرک بالله به خدا شرک نورز شریکی برای خدا قائل نشو این نشرک ظلم عظیم یک در این وقت مختصر یک ادب دیگه از فرهنگ موعظر عرض کنم بونه که موعظه که میکنه باید تو اما با دلیل و برهان باشه حرف ما یا مستند باشه یا مستدل باشه نمیشه انسان یک موعظه بکنه که این موعظه به هیچ جبن نباشه اصلا بگم چون ممیگم تو بلد. باید او کار انجام بلد. بلد. جناب لغمان که به فرزند گفت بره خدا شریک قائل نشی علتی هم اینه که شرک متاسفانه گناه بزرگی است این شرک لظلم عظیم اینجا ظلم به چه معناست دقیقا؟ ظلم به معنای ظلم در مقابل عدله ظلم یعنی وضع شیعه فی غیر موضعه او چیزی که باید در جای خوب باشه در او جایگاه قرار نگیره این میشه ظلم حق ناحق کردن بله به جای این که توحید باشه شرک, شرک باشه. این میشه ظلم و این شرک در اینجا بالاترین ظلم هاست با بر خود انسان بله هم است. بر خود با خود, خود داره انسان ظلم بله. میکنه به جای این که من اجازه بدم که این توحید در وجود ما نورفشانی بکنه متاسفانه رفتم به دامن شرک ای به خود خود ظلم کرده بله. زلم تو نفسی اینجا میتونه جامعه عمل به خود بپوشونه لغمان گفت فرزند ما به خدا شریک قائل نشو شریک نورز به خاطری که بزرگترین ظلم هاست امیر در نهج البلاغه ظلم رو سه قسم میکنه یک ظلم رو میفرماین زن ظلم یغفر گناهی که خدا میبخشه یک ظلمی است که لا یغفر اصلا مورد بخشایش قرار نمیگیره و او همیشه شرکه اگر انسان شرکی ببرزه شریکی برای خدا قائل بشه و با همین شرک از دنیا, دنیا بره هیچگاه اون چتر غفران و رحمت الهی به سر او نخواهد بود انشالله که از خداوند میخواهیم که ما هیچ وقت با چنین ظلمی از این دنیا به او دنیا نبره و این نعمت ایمان را که به ما داده ما شاکر هستیم و ایمان حقیقی را در دل ما الله که بیشتر کنه و دل ما را به او ایمان منور کنه اجازه بدین که همراه با بینندگان عزیز و گرامی یک میان برنامه را میبینیم و باز برمیگردیم خدمت جناب عالی ادامه بحث بفرمایید میان برنامه رو با هم دیگر میبینیم در خدمت شما هستیم ادامه بحث سپاسگزارم از همراهی شما بزرگواران تا اینجای برنامه دعوت میکنم به ادامه گفته بله جناب استاد بزرگوار بله. عرض م... میکردم که لغمان فرمود لیا بو تو شرک بالله این شرک لظلم عظیم شریک قائل شدن به خدا میتونه لایه های مختلفی داشته باشه گاه به معنای اینه که در مقابل خدا انسان بیاد غیر خدا رو هم بزرگ ببینه بوتی رو بگذارد در کنار خدا بود پرستی میتونه مصداق اتم شرک ورزیدن برای خدای متعال باشد این رو در روایات ما به شرک جلی میاین تعبیر میکنن یعنی یک شرکی که آشکار, که آشکار, هست. و معلوم هست اما گاه متاسفانه خیلی نامن و مؤمن هست اهل ایمانن اما در همین ایمان خو متاسفانه شرک رو هم در کناری و دارن در قرآن سوری مبارکه یعنی مگه میشه که آدم هم مؤمن باشه و هم مشرک باشه بله میفهمد و ما یؤمنو اکثرهم هم بالله الا و هم یشرکون الا و هم مشرکون میگه خیلی از این کسانی که اهل ایمان هستن متاسفانه شرک هم در لابلای این ایمان ندیده میشه یعنی رگه از شرک در ساختمان ایمان اونها دیده میشه خدا رو واحد میبینه اما در عین ای که خدا رو واحد میبینه دیگران رو هم میتواند تأثیر گذار در مسئله ببیند از این استفاده کرد که بود پرستی تنها مستاق شرک نیست اگرچه که یکی از بزرگترین مصادیق شرک ورزیدن به خدا همین بود پرستی است اما بودها ها فرق میکنه بود زمان پیغمبر که ابو جهل و ابو لحب می او رو پرستش میکردن سنگی بود اما جنس بود های امروز کم فرق کرده ما بود های قرن بیست و یکم هم داریم در منزل های خود متاسفانه گاه بت روابط هست گاه بت مال گاه بت ثروت گاه بت شهوت پرستی است گاه مال گاه مدرک گاه قبیله است گاه اشیره است همه اینها میتونه متاسفانه وجود آدمی رو محکم بگیره و آدمی رو گرفتار در دام شرک کنه بله و اگر لغمان گفت یا بنی و تشرک الله اینها رو هم میتونه شامل بشه یعنی می بیام نقش استقلالی به مال و ثروت خوب بود مال خوبه اما شرطه که این مال بین ما و خدا دیوار نکشه مال رو از جانب خدا ببینم مال رو موهبت خدا در زندگی ببینم نه که قارون گونه آدم بیایه بگه انما اوتیتوه علی علم اندی ای مال رو خود ما به دست آوردم خودم هوش و ذکاوت دیشتم خودم کار کردم زحمت کشیدم به این مال دست پیدا کردم یا انسان اگر علمی داره یک مدرکی بری و میای دیگه این مدرک بوت انسان نشه یا اگر افرادی هستند دارای شهرت هستند به تعبیر فضای مجازی فلاور خیلی فراوان دارند دنبال کننده های فراوان دارن چهره شدن بله سرشناس شدن بلی. اینها نباید هیچ کدام بین ما و خدای ما فاصله ایجاد کنه و اون رابطه و الغه ما رو با خدای ما کمرنگ کنه که اگر کمرنگ کنه متاسفانه ما در دامن شرک گرفتار شدیم و ای همین آیه قرآن است و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا وهم هم میشهد. جناب روحانی بزرگوار شما فرمودید که خداوند همه گناهان رو جز این که کسی که شرک بیورزه آیا این مصادیق از شرک خفییی که در برابر شرک جلی شما نام برد اینا هم مشمول همون آیه هست یعنی کسایی که خدای نخواسته با یکی مسلمان هست با یکی مؤمن هستن ولی خب ناخواسته در دام شرک خفی گرفتار میشه این قسم گناه هم نابخشودنی هست شاید اینها داخل در اون مفهوم کلی که گرفته شد زنبون لایغفر قرار نگیره درست ای که انسان دلداده و پست و مقام و شهرت و ریاست باشه بده اما دیگه نمیتونه انسان رو بفرمایید به اون شکل جهنمی کنه یا انسان رو از محور توحید و از مدار خداپرستی دور کنه هرچند مراتبی داره اما و... قسم خود ایمان مراتبی داره پس بله. در واقع میشه ایمان انسان ضعیف میشه بله یعنی نقش مستقل دادن به سایر اعتبارها و عناوین این درست نیست درست البته این نکته هم بیایم عرض بکنیم گاه صحبت از شرک میشه ادعی از مؤمنین رو پیروان اهل بیت متاسفانه ندانسته متهم به شرک میکنن میگن ما فقط ده. باید بریم از خدا کمک بگیریم چرا شما میرین از غیر خدا کمک میگیریم این هم میشود عبادت غیر خدا این کمک خواستن از غیر خداست و این محکوم به شرک در حالی که اصلا اگر ما از اهل بیت کمک میگیریم این به معنای نیست که ما اونها رو مستقل میدانیم و ما اونها رو عبادت میکنیم ما در نماز میخوانیم که ایا که نعبد و ایا, 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 ایا کن این تنها و تنها تو رو پرستش و خدایا تنها و تنها از تو کمک می جویم خب اگر قرار باشه ما تنها و تنها از خدا کمک بجوییم از غیر خدا کمک نگیریم چرا خدا در قرآن آمده گفته وستعین و صبر و سلات صبر و سلات قطعا غیر خدا هستن نه صبر و بلد. سلات اینا غیر خدا هستن خود خدا ما رو امر کرده گریفتار شدی در زندگی تو مشکلی ایجاد شد به مخمس خوردی بهترین مشکل گوشای تو همین نماز است همین صبر کردن است خود خدایی که به ما یاد داده که در نماز بگو ایا کن عبود و ایا کن استعین همین خدا هم به زبان ما از زبان پیغمبر در قرآن این آیه رو آمده جافدانه تثبیت کرده که وستعینو استعمل. به صبر و سلات امیر المؤمنین سلام الله علیه خودی داره طرف من و شما دست راز میکنه میگه ولیکن اعینونی به وراء این و اجتهاد و افت و صداد امیر المؤمنین که محتاج کسی نیست چرا میگه بیم من رو کمک کنیم اینو نها کنن باید آیات قرآن روایات اهل بیت علیه السلام رو کنار هم انسان بگذاره و بعد اون نتیجه و اثر کامل رو بتونه در کنار مشاهده کنه بله بنا فرمود که یا بونه ایلا تو شرک بالله به خدا شرک نورز چه اون شرک جلی باشه چه خ... شرک چه خفی باشه رگه های از شرک خفی بوده باشد خیلی انسان دلداده این اعتباریات نباشه اگر مال هست این مال من رو از خدا جدا نکنه اگر اولاد هست این اولاد انسان رو به لطف خدا برسانه نه به قهر خدا نه به غضب خدا و همچنین سایر موارد که لغمان داره به اونها توصیه میکنه که یا بنی لا تشرک بالله حالا در خصوص این که چرا لغمان توصیه به این مسئله میکنه باز مباحث بسیار زیبایی میشه انسان مد نظر بگیره در باقی مونده وقت اگر اجازه شما باشه بله چند دقیق فرصت هست اگر بفرمایید بله اولین مسئله ای که خب چرا لغمان ما رو فرزند خور و بعد ما و شما رو در این عصر زمان دعوت به عدم شریک قائل شدن برای خدا قرار دعوت میکنه یکی از علتهای مهم اینه که چون شرک میای تمام سرمایه معنوی انسان رو از بین میبره شرک میتونه آفتی باشه که تمام محصول عبادت ما رو متاسفانه نابود میکنه در قرآن خدای متعال به پیغمبر میگه لئن اشرکته لیحبطن عملوک پیغمبر هیچگاه شریک برای خدا قائل نمیشه اون بلندای توحید در وجود پیغمبر شکل گرفته اینم که میگه لئن اشرکته بخاطر خاطر اینکه ما متوجه بشم به خاطر که ما کار خور بشناسم عرب ها میگن ایاک اعنی و اسمع یا جار ما در فارسی میگیم به در بگو که دیوار دیوار متوجه بشه خدا پیغمبر رو مشرک نمیخواهد پیغمبر هیچگاه مشرک نیست به خاطر که ما متوجه بشیم میگه ای حبیب ما اگر کسی به خدا شرک ببرزه اعمالی و نابود میشه یه همه نماز خوندی یه همه کار خیر کردی یه همه عمل صالح انجام دادی اگر انسان مشرک بشه سبب میشه که تمام کارهای خیری و از بین بره محصول اعمال چل سالی و به تعبیری ضایع میشه فجعلناه هباء منصورا این اف... علت اول بله علت دوم اینه که انسان اگر گرفتار شرک بشه اضطراب و نگرانی های و در زندگی صد چندان میشه من که خدا رو عبادت میکنم یعنی باید کار بکنم که خدا از من راضی باشه رضایت خدا رو تحصیل کنم بله. خب خیلی هم سخت نیست اما کسی که مشرکه دل به پینجا جاگیر گیر هست باید پینجا نفر رو راضی کنه و ای خودی او سخته حضرت یوسف در زندان که بود وقتی که او دو تا زندانی آمدن خواب خوربری و خوربری رو گفتن و تعبیر کردن شروع کرد اونها رو نصیحت کردن زندانی ها و هم بندهای خود رو توصیه کرد از جمله کلامات حضرت یع یوسف در زندان این بود که یا صاحب یه سیجن ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار که انسان ارباب های گوناگون داشته باشه آقاهای متعدد داشته باشه رئیس های فراوان داشته باشه این بره انسان راحت تره یکی یک دونه رئیس بیشتر ندشته باشه یک ارباب بیشتر ندشته با. باشه اگر یک شاگرد به دکان آدم کار کنه و ما تنها استادی و باشم او رو امرو نهی میکنم اگه ما تصور کنیم در کنار ما به عنوان استاد ده تا استاد رگم باشن هر که یک حرف میزن از هر صدای مهم. هر سر یک صدای بلند میشه این شاگرد بیچاره معطله نمیفهمه شیر کم هم همیر کنم در واقع اینجا باز هم حضرت یوسف طبق بقیه سلال های قرآنی بسیار به زبان ساده و کوتاه و گویای و استدلال میکنه و ایک قسمی یک سوال میپرسه که طرف مقابل و ناچار میگه بله همین قسم است که انسان یک ارباب داشته باشه که با او قهار باشه و با او همه کاره باشه به مراتب بهتر از اینه که از چند نفر حرف شنوی داشته باشه امی نکتر حسن اختام این برنامه قرار میتونیم اگر اجازه باشه انشالله که بقیه گبه ها و نکاتی که درباره ای آیه و آیات دیگری که در برگرنده مواعظ و نصایح پدرانه لقمان حکیم است انشالله در جلسات آینده طلب شما و بینندگان عزیز ما باشه از زبان شما میشنویم و تقدیم بینندگان عزیز و گرامی میکنیم از شما هم بسیار سپاسگزار هستیم که با حوصله مندی تا پایان برنامه ما را همراهی کردین همراه با کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و روحانی بزرگوار شب خوب و خوشی برایتون آرزو میکنیم و خداوند متعال میسپاریم الله یار و باشه